بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراهان برنامه معراج. الحمد لله از شهر مقدس کربلا در خدمت شما عزیزان هستم و در خدمت جناب استاد بهرمند استدیو بین الحرمین هستیم و برنامه معراج رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. امید است که انشالله هر جای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه. سلام علیکم جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون از لطف شما خدمت همه بینندگان محترم و عزیز. سلام و عرض ادب دارم عنایات ولی عصر سلام الله علیه، انشاءالله شامل حال همه اونها بشه انشاءالله. انشاءالله خیلی ممنون از حضورتون. دوستان عزیز همراه ما باشید انشاءالله از طریق یوتیوب و فیسبوک تلویزیون امام حسین علیه السلام با برنامه معراج در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. عرض می کردیم از برکات ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام و زیارت امام حسین، آشنایی به جمیع احکام دین مبین اسلام و دستورات اهل البیت علیه السلام، از جمله احکام اسلام و قرآن و اهل البیت مسئله صدقه بود و عرض کردیم برای صدقه عناوینی در روایات معصومین علیهم السلام وارده. مثلا صدقه از آثارش بلا را و 70 نوع بلا را از انسان دور میکنه، صدقه فقر را از انسان دور میکنه و میفرماید بیماران خودتون را با صدقه درمان کنید، مداوا کنید و میفرماید مفتاح و کلید رزق و روزی دادن صدقه در راه خداوند. و از جمله آثارش میفرماید در قیامت خشم و غضب خدای عز و جل را صدقه خاموش میکنه. عنوان حائز اهمیتی در کلام نورانی معصومین علیهم السلام مشاهده میشه در مورد صدقه، و این است که بعضی از صدقات نسبت به بعض دیگر ارجحیت داره و اعتبار بیشتری داره، ثواب بالاتری داره، و آن صدقه به فامیل، صدقه به خیشان، صدقه به ارحام. میفرماید رسول مکرم اسلام خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم طبق نقلی که علامه بزرگوار علامه مجلسی رحمت الله علیه در بحارش نقل میکنه، میفرماید لا صدقه و ذو رحم محتاج، مادامی که ارحام ما محتاجن و نیازمندن، صدقه ای که انسان به دیگران میدهد اونچنان اعتبار و ارزشی نداره. یعنی صدقه به ارحام این مقدم بر صدقه بر افراد غریبه.
حالا اگر کسی در سعه داره، سعهش و وسعش به اندازه که میتونه به همه صدقه بده چه بهتر، اما اگر دستش خالیه یا محدود امکاناتش محدوده و امر دائر بشه بین دادن این صدقه را به غریبه یا دادن این صدقه به فامیل و نزدیکان، باید رعایت حق نزدیکان را انسان بکنه، حق فامیل را باید مراعات کنه. یا در ادامه رسول الله می‌فرماید صدقه بر فامیل یضعف اجرها مرتین، اجر و پاداشش مضاعف میشه، دو چندان میشد اگر کسی موفق بشد که به خویشاوندان خودش، به فامیل خودش صدقه بده. الاقربون اولا. یا در حدیث دیگری خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید صدقه به ارحام هم صدقه است و هم صله رحمه، یعنی با یک تیر انسان دو هدف رو میزنه، هم صدقه داده است هم صله ارحام انجام داده، هم برکات صدقه عایدش میشه هم از آثار فراوان صله رحم هم محروم نمیشود. و در روایتی آقا سید الشهدا سلام الله علیه میفرماید شنیدم از خاتم الانبیا جد بزرگوارم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن ابدع به من تعول، در دادن صدقه شروع کن به اون کسی که سرپرستی او را به عهده داری، اون کسی که عیالمند توست، عیال تو حساب می شود، اون کسی که زیر دست تو حساب می شود در خرج و در نفقه. کیان؟ من تعول کیا هستن؟ ابتداعا می فرماد امکه، مادرت. اول اگه بناس صدقه به فامیل بدی، اول از مادر شروع کن. و اباک، پدرت در مرتبه دوم. اختو که، خواهرت در مرتبه سوم. اخاک در مرتبه چهارم. اگر دقت کنیم در این فرمایش رسول الله می بینیم خواهر و مادر مقدمن بر پدر و بر برادر. پدر و برادر میتونن بیرون کار کنن، چیزی تحصیل کنن، اما معمولا زنها اینها سخته برایشون و محدود هستن. همچنین عمه مثلا مقدم بر مثلا عمو، و خاله مقدم بر دایی هست. ثم ادناک فادناک، سپس اونی که بهت نزدیکتره به همین ترتیب، یعنی مثلا دخترهای عمو نسبت به فرزندان عمو، دختر خواهرها نسبت به پسر خواهرها، و همینطور به ترتیب باید انسان مراعات الاقرب و فالاقرب را بکنه در دادن صدقه به خویشاوندان که ثوابش مضاعفه. مطلب بسیار حائز اهمیتی که در بحث صدقه مطرحه اینه که در اسلام دست ما را باز گذاشته. اسلام یک مکتب کاملیه، یک آیین کاملیه، فقط مسائل مادی را مد نظر نداره. بله. و صدقه یک مفهوم جامع و یک مفهوم عامیه که حتی شامل غیر امور مالی هم می شود. روایات ما می فرماید کل معروف صدقه، هر کار نیکی، هر عمل ارزشمندی اگر انسان انجام بده برای خدمت رسانی به دیگران ولو مالی نباشه، از نظر اسلام صدقه به حساب میاد و تمام آثار صدقه برش باره. مثلا این حدیث را ملاحظه بفرمایید، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید تصدقوا علی اخیکم
بعلم یرشده، صدقه بدید نسبت به برادر دینی خودتون، نه با مال و ثروت، به علم و دانشی که خدا بهتون داده ارشادش کنید، با علم و دانش خودتون او را ارشاد کنید و رأی او را استوار کنید، و رأی یسدده، با دادن یک رأی خوب، با دادن یک علم خوب باعث بشد که او صاحب رأی سدیده بشه، رأی محکمه بشه، بتوند راه درست زندگی کردن را یاد بگیره. یه وقت شما صدقه میدید به کسی، یک ماهی به صدقه میدید که سد جوعش بشه، گرسنگیش برطرف بشه، یه وقت بهش ماهی گرفتن را بهش یاد میدید، آموزش میدید. یه وقتی یک جامعی برای یک برهنه میخرید، یک وقتی نه آموزش میدید به او که بتوند خیاطی کنه و بتوند مستقل باشد در زندگی و سر پای خودش بیسته و محتاج این اون نباشد. نشه. اینا تفاوت بینش خیلی زیاده، خیلی زیاده. در روایتی، روایت را علامه بزرگوار علامه مجلسی در بحار نقل میکنه از خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن علا کل مسلمین فی کل یومین صدقه، واجب است بر هر مسلمانی در هر روزی صدقه که صدقه بده، هر روز، اونم واجب. گفته شد من یطیق ذالک یا رسول الله، کی توانه این کار داره که اینقدر مال داره و ثروت داره که بتونه هر روز در راه خدا صدقه بده؟ این مستلزم اینه که انسان مال و ثروت فراوانی داشته باشه. حضرت فرمودن رفع کل اذا عن الطریق صدقتون. الله جاده را جوری درست کنی کسی در جاده بله اذیت و آزار نشه، سنگ جاده را برطرف کن، خار و خاشاک جاده را برطرف کن، ناصافی های جاده را اسفالت کن، بله جاده را جوری ترتیب بده که اینا افراد به راحتی در جاده تردد و رفت آمد داشته باشند. این از دیدگاه دین مبین اسلام صدقه حساب میشه. ارشاد و کر رجل الی الطریق، شخص گم شده را راه را براش نشان بدی، تابلو بزنی و در بین راه ها با این تابلو جاده را براش نشون بدی که این در جاده گم نشه. این کار صدقه از نظر اسلام، این کار صدقه به حساب میاد. جسارتن یک اصطلاحی هست گاهن در کنار همین اصطلاح صدقه به کار میره به عنوان صدقه جاریه. بله. همین منظور ازش برداشته میشه یا مخصوص نه. کار دیگه ای هست؟ نه، صدقه جاریه صدقه باشد که اثرش بعد از مرگ انسان برای انسان بمونه، مثلا مدرسه بسازه که بعد از فوتش هنوز مدرسه باقی مونده، باقیه، بیمارستانی بسازه، خیریه‌ای داشته باشه. کتابی تألیف بکنه که دیگران از کتابش مطالعه کنن و استفاده ببرن، اون آثار بعد از مرگ برای او قاهد بود. اینه بهش میگن صدقه جاریه. خیلی ممنونم. یا میفرماید عیادت کل مریض صدقه، شخص بیماری را عیادت کردی، که عیادت مریض یکی از عوامل بسیار مؤثر در درمان بیمارانه. بیمار از راه های درمانش این است که نیاز به تقویت روحی داره، بر اثر عیادت او، او حالت مثبتی درش به وجود میاد و این بله و این باعث میشد که راحت با بیماری مبارزه کنه و باعث میشد که اون دارو در او تأثیر مثبتی قاهد گذاشت و زود خوب میشه این بیمار با این عیادت. عیادت شخص بیمار از دیدگاه اسلام این یک جور صدقه، یک نوع صدقه است. امرو که بالمعروف صدقه، اینکه دیگران را امر کنی به کار نیک، امرشون کنی به نماز، امرشون کنی به اطاعت والدین، به عدم آزار والدین، امرشون کنی
به حجاب، رعایت عفت، امرشون کنی به علم و دانش، به صله رحم، به هر کار نیکی انسان دیگران را دعوت بکنه، این از نظر اسلام چیه؟ صدقه حساب میاد، بس منحصر به صدقات مالی فقط نیست. نهیو که عن المنکر، دیگران را از کار ناپسند و از کار قبیح دیگران را باز بداریم. مثلا نذاریم دیگران دروغ بگن، نذاریم دیگران غیبت هم دیگر کنن، به هم دیگه تهمت بزنن، نذاریم دیگران به هم دیگه بد بگن، فحش بدن. این دعوت کردن دیگران را، یعنی باز داشتن دیگران را از منکرات و از اعمال زشت و ناروا، از نظر اسلام صدقه محسوب میشه. رد و کس سلام صدقه، کسی بهت سلام کرد و شما جواب سلام او را دادی، که فرمود اذا حییتم به تحیه فحیوا به احسن منها، اگر سلام بهت شد شما جواب بهتری بهش جواب بده. اگرچه رد سلام واجبه، بله، اما عنوان صدقه برش بار میشد و ثواب صدقه و آثار و برکات صدقه برش بار میشود، طبق این حدیث شریف. روایت اینجا یادداشت کردم از محضر امام شیشم سلام الله علیه، میفرماید صدقه ای که خدا دوست میداره، صدقه خدا پسندانه کدوم؟ اصلاح بین الناس، اون جایی که بین ناس اختلافیه، نزاعیه، بین دو تا عشیره، بین دو تا قبیله، بین دو تا خانواده، بین زن و شوهر، پدر و فرزند، خواهر و برادر، یه نوع ناراحتی هست، انسان پا بردارد، قدم بردارد و چکار کند؟ بین اونها آشتی ایجاد کنه، اصلاح ایجاد کنه. این صدقه ای که خدا آن را دوست می‌دارد، یحبها الله، کار خدا پسندانه است. می‌فرماید و تقارب بینهم اذا تباعدوا، دو نفری که از هم دور شدن، دو فامیلی که از هم دور شدن، بله، کاری بکنیم بین اونها تقارب ایجاد بشه، اینا رو به هم بله نزدیکشون کنیم، به اصطلاح بله با هم آشتیشون بدیم، آشتیشون بدیم، این از نظر اسلام صدقه حساب میشه. ترک الشر صدقه، رسول الله میفرماید بدی به کسی نرسون، زبونت حفظ کن، چشمتو حفظ کن، چشمت به نامحرم نیفته، حق کسی را با وجودت، با فعلت، با اعمالت، حق کسی را ضایع نکنی، به کسی ظلم و ستم نکنی. ترک شر این صدقه حساب میشه. چه چیزی صدقه حساب نمیشه؟ پس باید اینطوری، بله، اسلام یه بله، بله، اسلام یک دینیه که بله دست ما رو کاملا باز گذاشته که دائما ما در حال صدقه دادن باشیم و دائما درجات ما بالاتر برد، درجات معنوی ما بالاتر برد. این نشانه شدت مهربانی خدای تبارک و تعالی نسبت به بندگانش. میفرماد امسک لسانک فانها صدقه، زبونتو نگه دار، زبونتو کنترل کن، که زبان آفات فراوانی دارد، بیش از 100 آفت بر زبان بار می شود و انسان گرفتار 100 آفت زبانی می شود. برای اینکه مبتلا نشد به آفات لسانی و زبانی، باید زبان خودش رو کنترل کنه. کنترل کردن زبان میفرماید این برای شما صدقه است و باعث حفظ جانت می شود، هم دیگران از دستت آسایش پیدا می کنن، هم ضمناً خودت هم بله به واسطه این صدقه در آرامش و در راحتی خواهی بود. مطلب حائز اهمیت دیگری که هست اینه که هر عمل خیری یه آفتی داره، بله بلاشه، صدقه آفتش چیه؟ چه کاری باعث میشه با صدقه ما باطل بشه و صدقه ما رد بشه؟ قرآن ببینید
چی میفرماید؟ قرآن میفرماید قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذى. بعض صدقات صدقاتیه که دنبالش اذیته. صدقه دادیم اما به جای این صدقه، اثر این صدقه باعث اذیت و آزار دیگران شد، اذیت شد اون کسی که بهش صدقه دادیم، منت سرش گذاشتیم، صدقش دادیم، بعد به روش آوردیم، بعد رفتیم این بر این بر جار زدیم، تعریف کردیم که ما برای مثلا فلان کس خونه خریدیم، وسیله ازدواجش را ما براش فراهم کردیم، بله به تحصیلاتش ما کمک کردیم، خب آبروش بردیم، او را حقیرش کردیم. چه صدقه دادنی؟ بله این اذیت و آزاره. میفرماد سخن خوب، قول معروف، سخن نیک، مغفرت، بخشش دیگران، از خطای دیگران چشم پوشی کردن، این بهتر از اون صدقه ای که انسان صدقه داده، پول داده، مال خرج کرده، اما یتبعها ادا، دنبال اون صدقه اذیت و آزار و منت گذاری بر دیگران، اون قول معروف بهتره، اون عفو بخشش بهتره. بعد آیه میفرماد والله غنی، خدا که احتیاج نداره، خدا غنیه، خدا دستور صدقه را برای این داده که انسان به کمال برسه، باید. انسان رشد کنه، نه اینکه خداوند عاجز از غنی ساختن فقیران و نیازمندانه. با دستور صدقه هم انسان خدمت شما عارضم فقیر، این فقرش برطرف میشه. هم امتحان برای ثروتمندانه و هم باعث کمال شخص صدقه دهنده می شود. والله غنی حلیم. ضمناً خدا نسبت به جهل ما انسان ها، خدا حلم از خودش نشون میده، و الا اگر بناس برای جهل ما ما را مؤاخذه کنه دیگه وای به حال، بله واقعا وای به حالمون هست و بود. خدا غنی است و حلیم. یا آیه دیگر میفرماید یا ایها الذین آمنوا، مؤمنینی که صدقه دادید و کمک کردید به نیازمندان، لا تبطلوا صدقاتکم، صدقایی که دادید اونو باطلش نکنید، بی اثرش نکنید. چطور؟ بالمن والاذا، اون وقتی که منت گذاشتید سر اون شخص مستضعفی که بهش صدقه دادی، او را اذیت و آزار دادی با این صدقه ای که دادی، این باعث بشه اثر این صدقه کلن باطل بشه و از بین برود. مانند چی؟ مثال میزنه خداوند تا متوجه مطلب بشیم. میفرماید مانند اون کسی که ينفق ماله رعاء الناس، انفاق میکنه اما به روی مردم میاره، عملش رو میاره در مرعا و منظر دیگران که دیگران ببینن، نه اینکه عملش رو خدا ببینه، بله پیغمبر ببینه، امام زمان علیه السلام ببینه. منظورش این است که مردم ببینن، که معروف بشه بین مردم، مشهور بشه بین مردم، سر زبون ها بیفته بین مردم. این بله باعث میشه که عمل او از نظر اسلام باطل بشه، عمل ریایی مورد بله. قبول نیست. روز قیامت به شخص ریاکار گفته میشه برو ثواب عملت رو از اونایی بگیر که براشون کار انجام دادی، تو که برای خدا انجام ندادی، تو برای مردم کار انجام دادی، پس ثوابش رو هم برو از همونها بگیر. بله آقا یه سوال بپرسم در همین مورد جسارتن. الان در زمانه هستیم که خب رسانه حرف اول رو میزنه، یک حرکتی باب شده، میخوام همین رو اشاره مخصوص بکنم، که اگر یک نفر یک کار خیری رو میکنه عکس میگیره و منتشرش میکنه، از یک طرف همین معنایی که شما میفرمایید رو میده و خیلی ها همین برداشت رو میکنن، از طرف دیگه یک عده با این حرکت آشنا میشن، با این کار آشنا میشن، این رو چه میشه کرد؟ بله اگر قصدش هدایت، قصدش ارشاد، قصدش راهنمایی دیگران باشد، اینم میتونه به عنوان خیلی ها یاد بله. میگیرن این کار بله. رو انجام بدن، این کار
کار مفید مثبتی، همین هم عنوان صدقه قبول به حساب میاد. یعنی همه اینها نشر علم، بله نشر علم، نشر یک فنیه، یک حرفه‌ایه که دیگران ازش برای غافلن. کارهای خوب راهنما میشن، یاد میگیرن. این کاملا مورد تایید و امضای شرع مبین اسلام. بله ممنون. بنابراین صدقه از اعمال خدا پسندانه‌ایه که همیشه مورد پسند خدای عز و جل، به شرط اینکه ما به دست خودمون اون عمل را باطل نکنیم. یعنی اگر بعد از دادن صدقه منت گذاشتیم، کسی را اذیت و آزار دادیم، یا صدقمون برای جلب رضای مردم باشه نه برای جلب رضای خدای تبارک و تعالی باشه، اون صدقه فاقد اون ارزش لازم را خواهد بود، دیگه اون ارزش را قطعا ندارد و مورد قبول واقع نمیشد و باطله. خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. انشاءالله دوستان عزیزی که همراه ما هستن با مجموع رسانه محسن علیه السلام، همیشه شنیدن این موضوع صدقه جاریه، یا اینکه میتونن از طریق تلویزیون محسن همراه ما باشن تبرع بدن، اینها رو هم صحبت میکنیم در موردش، هرچند که موضوع جناب استاد بهره‌مند در باب صدقه و وصل خادمین سیدالشهدا علیه السلام که اکثریت خادمین سیدالشهدا در این عرصه هستن رو میخوان بیان کنن، ولی خب من در بین صحبت ها و درسشون این سوال ها رو هم خواهم پرسید انشاءالله در برنامه های بعد. شما هم اگر سوالی براتون مطرح میشه میتونید برای برنامه بفرستید، انشاءالله در پارت دوم جواب داده میشه. بریم سوالات امروز رو با هم بپرسیم از جناب استاد بهره‌مند، قبلش میام برنامه تقدیم به شما. وقتتون بخیر عزیزان همراه برنامه معراج. الحمدلله که ما کربلا هستیم، شما عزیزان هم میتونید از تلویزیون امام حسین علیه السلام وصل بشید برای ارتباط با سیدالشهدا علیه السلام. تشکر میکنم از دوستان گروه تولید برنامه معراج برای اینکه همراه ما هستن تا این نور رو تقدیم شما عزیزان میکنن. پارت دوم برنامه سوالات شما عزیزان هست در دقایق باقی مانده از برنامه امروز، انشاءالله سوالاتی که ارسال شده برای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. معاملات بانک ها و معامله با آنها حلال است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، کار کردن با بانک ها و معامله با آنها ایرادی ندارد، مگر اینکه یه عنوان حرامی بر اون معامله بار بشه، مثل عنوان ربا، که ربا از محرماتیه که خدای تبارک و تعالی وعده عذاب برای ربا و رباخار داده است. مثلا چطور ما به بانک قرض بدهیم که به ما سود بده؟ بله. چند میلیون قرض میدیم که ماهانه به ما سود بده، این سود به ازای قرض، این ربا حساب میشه و جایز نیست. یا عکسش، خود بانک به ما قرض بده، پولی را به عنوان وام و قرض به ما بده و ما ماهانه به ازای این قرض چی بدیم بهش؟ سود بدیم. سود بدیم به این بانک. اینم چیه؟ اینم ربا حساب میشه. یه وقت ما ربا را میدهیم، یه وقت ربا را میگیریم. میگیریم
که هر دوی اینها از نظر اسلام حرامه. در ربا چهار نفر کار حرام انجام میدن، یکی اون ربا گیرنده، رباخار، ربا یعنی اضافه، بله. اونی که اضافه رو میگیره فعل حرام انجام میده. دوم اون کسی که ربا رو میده، بله. ربا دهنده ولو مجبوره، این حرامه، درست نیست. سوم کسی که شاهد بر معامله ربوی است. و چهارم اونی که سند ربوی را تنظیم میکنه، اون کارمندی که این معامله ربوی را تنظیم میکنه، اون هم فعل، بله، اون هم فعل حرامی را انجام میده. اما اگر پولمون را در بانک به عنوان امانت گذاشتیم، بله، یا به عنوان ذخیره، ما برای حفظ مالمون جای مثلا امنی نداریم، این پولمون را، طلامون را میگذنیم در بانک و بانک تشویقا برای ما هدیه قرار بده، جایزه قرار بده، این هدیه و جایزه بانک ها عیبی ندارد، این اشکال شرعی نداره. یا اینکه با بانک معامله مضاربه تنظیم کنیم، پول از ما باشه و کار کردن با بانک باشه، بانک با پول ما تجارت میکنه، بله. خب این طبق تجارتی که انجام میده و طبق قراری که گذاشتیم، یک درصدی تعیین میشه برای من مالک، بله، از طرف بانکی که عامله، این اشکالی، این سود اشکالی ندارد. یا قرارداد مشارکت بسته بشه، ما با بانک شریک میشیم، سرمایه گذاری میکنیم، یه قدری از ما، یه قدری از بانک، و بعد با این پول تجارت مثلا انجام بگیره، سودی که از طریق شرکت عاید ما میشود، این ایراد چی؟ ایراد شرعی ندارد. بنابراین کلن معاملات بانکی اصلش حلاله، مگر اون معاملاتی که یه عنوان حرامی پیدا کنه، مثل همین مثالی که زدیم، مثال ربا، وام میدهند که سود اون وام را و اون قرض را از ما بگیرند، این رباس حرامه و جایز نیست. خیلی متشکرم. تقریبا کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم. معامله کالی به کالی کدام است؟ معامله کالی به کالی همون معامله نسیه به نسیه، یعنی هم سمن، هم پول، هم مسمن، همون کالا، هر دوی اینها غیر نقدی باشه، هر دوی اینها در معاملش پولی رد و بدل نشه، زماندار باشه، هم جنس را در آینده بناست تحویل بگیریم، بله، و هم پول را بناست در آینده بدیم. الان هیچی نقدن انجام نمیگیره، بنابراین هر دوی اینها مجهوله، نه چون کلیه، معین نیست، زمانش هم مشخص نیست. اگر جهل باشه در بیعی که درش یک جهلی باشه، جهل نسبت به سمن یا نسبت به مسمن، اگر جهل باشه، اون معامله معامله جاهلانه است، معامله غرریه و معامله جاهلانه از نظر شرعی مورد امضا نیست، صحیح نیست. پس معامله کالی به کالی یعنی نسیه در برابر نسیه، هم سمن هم مسمن، هر دوی اونها نامشخصه و نامعلومه، این نامشخصی و نامعلومی باعث نزاع میشه در آینده، لذا این معامله معامله ای نیست که مورد امضای شرعی قرار بگیره. در بیع باید هم شیء مشخص باشه، شیخ میگن این شیء رو من به تو میفروشم، هم قیمتش باید الان معلوم و مشخص باشه. بنابراین اگر اون مبیع مشخص نباشه، معین نباشه، ثمنش هم مشخص و معین نباشه این معامله معامله باطلیه، درست نیست.
خیلی ممنونم ازتون، تشکر میکنم. انشالله الباقی سوالات میمونه برای برنامه بعد. از شما عزیزانم ممنونم و متشکرم به خاطر انتخاب و تماشای این برنامه. دوستان فراموش نکنید فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام روزانه پخش زنده برنامه رو همراه ما به شما عزیزان تقدیم میکنن، با این تفاوت که فایل برنامه ذخیره میمونه بر روی یوتیوب و فیسبوک، میتونید استفاده کنید و به تاریخ روز تماشا بکنید. 2096477303044314 شماره ای که هر روز از ابتدای برنامه برای شما عزیزان زیرنویس میشه هم برای ارسال سوالات شما عزیزان هست. اگر دوستان عزیز موفق نیستن برای اینکه سوال خودشون رو واضح بپرسن، میتونن پیام صوتی برای ما بفرستن. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. اگر اینکه سوال خودتون رو خیلی وقتی هست پرسیدید و جواب نگرفتید، میتونید سر بزنید به صفحه اینستاگرام برنامه معراج، تختی سوالات انشالله در اونجا گذاشته میشه، میتونید ببینید و سوال خودتون رو پیدا بکنید. در پناه امیرالمومنین باشید. وعده ما هر روز با شما 12:30 به صورت پخش زنده از کربلای معلا. یا علی حسن.